این تأثیر داره در شیوه های مبارزاتی نسل شما؟ یک نکته‌ای که باید بهش اشاره کرد اینه که چرا اصلا نسل ما از تلویزیون مثلا هم سویش کرده روی رسانه‌های غیر معیار، روی سوشال مدیا، و علتش به نظر من اینه که رسانه‌های معیار به قول شما اعتبار خودشون رو به طور کلی از دست دادن، با رفتار غیر حرفه‌ای، با دعوت کردن مهمانانی که کمتر از 3% جامعه رو ریپرزنت می‌کنن، با گردن نگرفتن خیلی اشتباهاتی که در طول این سالها انجام شده و به جای اینکه راجبشون توضیح داده بشه فقط زیر فرش جارو شدن و نادیده گرفته شدن. مثلا انتقادات به بی بی سی فارسی 6 سال پیش انقدر بزرگ نبود که الان هست، ولی اون موقع واکنش ها بهش این بود که ادهی سایبری و ربات دارن این حرفا رو میزنن، و به مرور این اتفاقات افتاد. و اتفاقا برای اینکه بگم این نسل صرفا مشکلش با خود تلویزیون و با خود رسانه معیاری نیست، میشه مثال زد. ما به طور مثال 10 سال پیش دکتر سکویی رو داشتیم که در یک استودیو خودش و با فنرار فیلمبردارش برنامه تلویزیونی دنبال میکرد، که الان جوانای همین نسل ما دهه 80 بعد از 10-12 سال همچنان این انسان براشون رلوانت و تحلیلاش رو گوش میکنن و میبینن که 90% تحلیلاش درست در اومده. اما بسیاری از تحلیلگرایی که تو این رسانه‌های به اصطلاح معیار اومدن صحبت کردن و سبک زندگیشون و راه درآمدشون از مصاحبه با همین شبکه‌ها بوده و 5% تحلیلاشون هم درست در نیومده، کسایی بودن که همیشه به این رسانه‌های معیار دعوت شدن. درست. خب طبیعیه که در طول زمان با انجام این اشتباهات، با سرمایه‌گذاری رو آدمای اشتباه و دادن بیش از 50% تریبون به آدمایی که کمتر از 3% جامعه رو ریپرزنت می‌کنن، معلومه که این رسانه‌ها اعتبار خودشون رو از دست میدن و معلومه که اعتمادی به این رسانه‌ها دیگه باقی نمی‌مونه برای این است. مشکل صرفاً تلویزیون و رسانه معیار نیست، مشکل اعتبار این رسانه است. ببین بذار من یه سوال یه جور دیگه بپرسم. اگه اینطوره پس چرا فکر می‌کنی مثلا اینستاگرام بی بی سی فارسی مثلا حدود 18 میلیون فالوور داره؟ فکر میکنی چه چیزی باعث میشه که هنوز به هر حال با ممکنه ما آماری از تلویزیون نداریم؟ من بی بی سی فارسی هم الان چون شما گفتید مثال میزنم، ولی خب خیلی رسانه های دیگه هم، حسن ریوندی هم 19 میلیون فالوور داره، فکر نمیکنم خیلی اعتباری داشته باشه در جامعه. حرفتون درسته، بسیار خوب. مثلا من میخوام تو به ما یه مقدار